روی خط هستین، بفرمایید صاحب. خوش آمدین. السلام علیکم. با درود به شما گرامی والا نادر جان کمیاب. نادر جان هموست میگم مشکان است که خود باید حکیت دار گوید. چی حال احوال دارین؟ زنده باشین شبتاب صاحب محترم. شما چی حال دارین صاحب؟ خیرتی صاحب در شهرتان در شهره والا شبتاب صاحب بسیار بدماش مردم هستین شما مردم. چطور؟ والا صاحب ما دیدیم که صاحب در مسابقه های فوتبال هم صاحب هنوز فوتبالتان شروع نشده که شما صاحب بدماشی را شروع کردین. یک تعداد از این طرف یک تعداد از این طرف صاحب اتو فکر نمیکردیم که انگریز هم تو کارا داشته باشن صاحب. والا دارن اینا چیزی نصفش در پیش پرده است نصفشم در پشت پرده بدماشایشان. آه صاحب مگم در یک قطار نیستیم ما اینه در برنامه شما شرکت. آه صاحب لطف میکنین صاحب لطف میکنین. چی دارین صاحب برای ما امروز؟ تمامه قربانت میدی حوان سالس میسرایه میگه نه شیر شناسم و نه قافیه من مرسی اخوان وطن مرده خیشم. خداوند به ما عقل و خرد داده تا آن را به کار بگیریم مثل فرهنگ رو بایانه که امروز خود را جهان اول مینامند و ما ممکن است جهان سوم هم پایین بیفتیم. سیاوش اوستا یک فرشته هم زبان ما می نویسه میگه محمد گلندام که شاگردان و مریدان حافظ بوده است میگوید که حافظ در پی فتوای فقها به قتل رسیده است. در کتاب عرفات العاشقین نوشته امیر تقی الدین می خوانیم آنگاه که ماموران حکومت در پی فتوای فقها و حکم قوه قضایه به خانه حافظ عمله نمودند تا وی را بازداشت و به قتل برسانند، بانوان خانه حافظ تمام آثار و نوشته های وی را در چاه ریختند تا به دست ماموران نیفتد. و من امیدوار هستم که در قانون اساسی یک ماده دیگر را اضافه کنند که ملاحم مانند دیگران کار عملی بکنند و از آبله کف دست امرار زندگی کنند و مفتخوری تمام شود که عدالت برقرار شود. به گفته اقبال صاحب خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. با آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کش. چه خوب بود که میگفت با افغانان سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کش. البته ما غزل معروف حافظ گرامی را محمد ساختیم امی چند ساعت پیش 27-8-39 امیر به شما بخانش میگیم بنامه بلکل دگم تو نو جدید سه از لای کتاب چه کشیدیشه یعنی دو ساعت پیش کمیاب سه والله سه بفرمایید دو ساعت دیگر بلکل دگم جدید سه. بلی ها ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت آنچنان لعنت که زهد ریای تو برشت. فکر کوتا نظری ساخت ترا زشت و پلشت. فکر خود باش که پریدی از آن قالب خشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گربت تو برو خود را باش لطیف و تنبلی بگذار بکن سعی و تلاش. پی مخلوق خدا در شب تار گشتی خفاش نبت را بین اگر فکر تو از خوردن آش هر کس آن درود عاقبت کار که کشت. اما کس طالب یارن چی هوشیار و چی مست گر بود ساقی و گر آسی از روز علف. لاله در دامن صحرا و بدش سبزه برست کاخ تزویر وضویت به یک باد شکست. اما جا خانه عشق است چی مسجد چی کنشت. سر تسلیم من و خشت در میکده ها تو رسوایی به هر کوچه و هر دهکده ها با همه فقر و فلاکت ز تو پیدا شده ها در دوالام و چپق در ته صدها صده ها مدعی گر نکند فهم سخن گوسر و خشت. نامیدم مکن از سابقه لطف ازل من و راستان و وفا و تو آن جمع دغل. عاشقان واله بربوز کنار و ببغل معتصب هم چطور در عرص برویای عجل. تو پس پرده چی دانی که خوب است تو کیزش نه من از پرده تقوا بدر افتادم و بس. اهل دل هم به سخن دیده که ناشادم و بس. از خرد جستن یاریست که آزادم و بس. سر تسلیمی نشد پرسش از ایجادم و بس. پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز ازل گر به کف آری جام خوش بود آن دمه که پخته ندیدی خامه. سر بلند پرسش خواهی تو زه
تو زهر ایام سربلند پرسش خواهی تو زهر ایام با یکی گام دگر دام نگری اوهام یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت با شادی روان حافظ گرامی و درک معانی ابیاتش. شب خوش را بر شما آرزو میکنم و از این وقت که بر ما دادین بسیار سپاسگزار هستم. تشکر میکنم از شما جناب شبتاب صاحب، بسیار تشکر از شما. از شما هم بسیار فرمودید. دیگه اون وطنداری تا بگو بدار که چی نکنن قبط مشیر ایلا کنن بار که مردم فوتبال رو ببینن. والا اونا به می گپ مگر بکنن. خب خیر باشه صاحب، یک دفعه بگو. من اینا رو گفته بودم. اونا ببین که ما در اینجا اونا رفتن در افغانستان. آه صاحب دیگه جناب شبتاب صاحب بخدام رفتن دیگه. بله صاحب کاش با گپ ما بکنن. توکل با خدا صاحب. شما رو با خدا مسپارم شبتاب صاحب. کمیابی گرامی بسیار. خدا حافظتان باشه. خدا حافظ. سلام علیکم.